سلام، شب بخیر، خسته نباشین، امیدوارم حالتون خوب باشه، سالم و سرحال باشید. عرض کنم که موضوع برنامه ما مجدداً کرکریه، قسمت دوم ادامه برنامه دیشبه و تماس بگیرید راجع به این موضوع با هم حرف بزنیم، راجع به کری خواندن و کرکری. خواهش میکنم. الو، سلام. الو، سلام علیکم. شب بخیر. حال شما؟ خسته نباشید. شما خسته نباشید. خیلی ممنونم. خوبت اینو دیدید. قربان شما. دختر ما یه دفعه گرفته پخش نکردی نور مدیریه. پخش نشده؟ بخیر. چشم، این دفعه قول میدیم پخش میشه. شما از کجا تماس میگیرید؟ من از قزوین. قزوین. بله بله. شما کرکری میخونین؟ کرکری ما که نمیخونیم، امکان داره دیگری برای ما بخونه. وقتی که دیگری برای شما کرکری میخونه، شما عکس العملتون چیه؟ میریم نصیحتش میکنیم، میگیم این کار نکنید. آها، اینطوری با مردم برخورد نکنید. تو چه مسائلی برای شما کرکری خوندن تا حالا؟ در چه رابطه ای برای شما کرکری خوندن؟ خب یه وقتی مثلا من چون دختر داری، بله، گفتن دخترش رو اینجوری شو از در اینجوری رو انداختن. بله بله. از این جهت ها. آها، از جهت خانوادگی. از جهت خانوادگی. بله. خیلی ممنون که زنگ زدید. جان، قد نگو برگاه زمین دخترم که یه دفعه گرفته. چش بخش نشده، الان میخواد صحبت کنه با تو. چش بگه ما قزوینی هستیم، من غلام حسین آتیخانی هم قزوین دارم صحبت. قربون شما، گوشه خدمت. خواهش میکنم. سلام خانم، شب بخیر، خسته نباشید. و همچنین متشکرم. خیلی ممنونم. شما تماس گرفته بودین پخش نشده؟ خواهش ما چش قول میدیم این بار پخش بشه. من پرسیدم کرکری یعنی چی از پدرتون؟ کرکری یعنی دوغات خوندن دیگه. آها. شما کرکری براتون خوندن؟ نمیدونم، خدا بهتر بده. جلو روتون؟ بله. به خودتون کرکری نگفتن؟ نه، خیلی میگن. گفتن. عکس العملتون چیه؟ دیگه این چه دیگه، زمین ناتونیشون دیگه، میگه خودشون روی درک فهمی که دارن، میگه مثلا تو این اندازه باید جیباش. یعنی شما هیچی نمیگید؟ نه. بله، ممنونم از تماستون. گوشی دستون باشه. الو. بله. سلام آمدید. سلام قربان. مرسی. و همچنین. هیچی، شما کرکری هم میخونی؟ والا من که نه. براتون میخونه؟ بله، زیاد دانش آموز هستیم. کرکری یعنی چی؟ کرکری با مشاهده کسی از او عیب گرفتن. چی؟ آن کسی مشاهده کنی از وضع ظاهریش، از طرز راه رفتنش یا لباس پوشیدنش یا از وضع ظاهری ها از عیب بگیری. عیب گرفتن از وضع ظاهری دیگران میشه کرکری؟ تقریبا. بله. خیلی ممنون که زنگ زدید. یه لحظه بشید. آقا جون ببخشید. جانم. بچه های همه شما رو دوست دارن. و همچنین. خیلی ممنونم. و همچنین. مرسی از تماستون. شبتون بخیر. خداحافظ شما. الو، سلام. شب بخیر. بله قربان. مرسی. از یزد. کرکری یعنی چی؟ چرا بهش میگن کرکری؟ نمیدونی. کرکری میخونی شما؟ کبابی. توی بازی اگه از طریق کرکری برنده بشن شما قبول داری اون بازی رو؟ کرکری نه. نه زیاد. نه. عصبانی میشین وقتی کرکری میخونن؟ نه، عصبانی نمیشن، شوخی میکنن یا جدی. جدی. بعدش کرکری هم به شوخیه. اونایی که به جدیه. اونایی به جدیه، حالا به هر حال آدم عصبانیش میره. چیکار میکنه؟ عکس العمل نشون میده. نشون میده. شما چه عکس العمل نشون میده؟ والا من میگم خیلی دعوا بود میکنین. بعد اون دعوا میشه که اینو بگید. بله، دعوا میشه. دعوا میکنین معمولا؟ نه. تو دعوا چی کار میکنین شما؟ والا تو دعوا خیلی خیلی نمیدونم، تو دعوا معمولا دعوا میشه دیگه. دعوا میشه. بله. مرسی که زنگ زدید. متشکرم و همچنین خداحافظ. الو، سلام. الو، سلام. شب بخیر، خسته نباشین. مرسی. شما کرکری میخونین؟ کم و بیش. بعد کیا؟ خب موقعی که با سیستم هستیم، جایی میریم، مسابقه فوتبالی هست، چیزی از طریق کرکری اگه برنده بشین؟ بله. انصافه؟
کل رو در واقع چیزی که یک شخصی صحبت میکنه ولی در عرض در مقام عمله که بتونه عمل کنه. تو روحیه طرف تأثیر نداره؟ چرا بردم؟ خب پس تأثیر داره. اگر از طریق کرکری آدم برنده بشه انصافه؟ خب نه نیست ولی نیست. تأثیر آنچنانه نداره؟ نداره. شما کرکری براتون میخونن عصبی میشی؟ نه نمیشه. نه چی کار میکنین کرکری؟ همین باید بسی گوش میدی؟ خب سعی میکنم که در مقام عملش کار خودمو بکنم. شما با دوستان اگه میدیم فوتبال میدیم و دهتا میزنیم، خب سعی میکنیم که ما دهتا رو بزنیم نه اونا بزنیم. فوتبالتون خوبه؟ بد. چقدر خوبه؟ خوبه در حضرت بعد نیست. تعریفی نباشه کوب. گل کوچیک؟ تقریبا بعد. گل کوچیک. اون وقت کوریای گل کوچیک چجوریه؟ خب میگه لایی بهت میزنم و نمیزنم. لایی بهت میزنم؟ دیگه چی؟ چون که از وقتا به دو تا پا رد میشه لایی میگم. بله بله. میگه لایی بهت میزنم و نمیزنم. حدیثی نیستی و عددی نیستی و از این صحبت. اندازه ی حرفا نیستی اصلا؟ بله. میچسبونم تو تور یه پا دو پا لایی میکشم. جوجه. آره خیلی ممنون که زنگ زدی. قربون شما. شب بخیر. خداحافظ. سلام خانم. سلام. شبتون بخیر. متشکرم. کرکری یعنی چی خانم؟ کرکری یعنی که مثلا دو نفر رو بریم همیگه قرار بگیرن. بله. بعد در مورد یه موضوع که با همیگه بحث کنه و بحث کردن راجع به بردن یا باختن یک تیم میشه کرکری. بله. شما نوع دیگه کرکری هم دیدید تو فامیل؟ نمیدونم. تا حالا برای شما کرکری خوندن؟ فامیل، آشنا، دوست؟ نه. نه. شما خودتون چی برای کسی کری خوندی؟ من خب در مورد درس. آها. چی گفتین؟ مثلا گفتم که مثلا با دوستان گفتیم که مثلا قبول میشیم دانشگاه نمیشیم که قبول نشدیم. بله. پس کرکری خوندین ولی نشد که قبول شه. فقط کریشو خوند. خیلی ممنون که زنگ زدید. متشکرم. خداحافظ. می‌خواستم از برنامه‌تون تشکر کنم. واقعا برنامه جالبی دارید. خیلی ممنون. خانواده‌مون سلام برسونید. سلام برسونید. خیلی متشکرم. لطف کردید. خواهش می‌کنم. الو. سلام خانم. سلام. حالتون خوبه؟ متشکرم. متشکرم. خوبه. بله توی فامیل خواهرتون گفتن که کرکری نخوندن تا حالا واسه شما. نخوندن؟ نه. شما خودتونم کرکری نخوندین؟ من خیلی. خوندین؟ بله. بله. چی گفتین؟ در چه مورد بوده؟ در چه مورد؟ در همه مورد. در همه مورد شما کرکری میخونین؟ در فوتبال. فوتبال؟ بله. بله. اون وقت موفقم میشین معمولا؟ بیشتر موقع موفق میشین. مرسی که زنگ زدید. خب خسته نباشین، بخش تلفن‌های ما اینجا تموم شد. لطفاً نمایشمون رو ببینید تا بعد. این داشتم. یواش یواش یواش. سلام. عمرم فکر کردی همه باور میکنن این چیزایی که میگی؟ خیلی من اومدی من کتاب میخونم مهرانا. سکوت. از صبح اون اومدی شب 62 تا دروغ گفت راجب گذشته. از امروز صبحم بند که نذاشه داره برم که زنگ زده بیا بقیه‌شو تعریف کنم. داهه. آره. ببخشید یه لحظه. شما هم که منتظر بهانه‌ای یه دری به تخته بخوره اداره نری. عین اون بچه‌ای که مدرسه فرار می‌کنن. نه همینه دیگه. بفهم. من توضیح بدم. یک بحثی رو ایشون دیروز شروع کرده. بعد.
و من تا آخرش پاشمای میستم. آره میدونم. آره که تو راست میگی یا من راست میگم. چیزای عجیب غریبم رو میگه، باید بشنوی. مهران خیلی بامزه. مهران خان من یه اشتباهی کردم، یه آلبوم خانوادگی آوردم، معذرت میخوام از دو طرف واقعا معذرت میخوام. نه باید باید معلوم شه چرا شما معذرت میخوام. تو کار بدی نکردی دختر. جالب توجهش مونده. اعتبار تو چشم منو باز کردی، باعث شدی آدمامو بشناسم که دور برم. حالا دیگه بسه، کافیه فوتبال تماشا کنی. بابا نه بود کی، یه چیزای جالبی هست که اگه عرض کنم خیلی میخندی. یعنی بازم مطالب دیگه هست که بعد من بفهمم اینجوری. من یه ذره بیشتر آره حالا چیکار کنم، بعد دوباره آماده شم برای شنیدن. لطف میکنین گوش میدین. بله فقط یه خواهش میکنم، اگر امکان داره همینجا واسه من تعریف کن. من پام درد میکنه، اینقدر منو دنبال خودتون از اینور به اونور نکشید. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی همینجا که نشستین تعریف کنین با مردم. یعنی خاطراتمون هم همینجا اتفاق افتاده. بله همین چی، اونش مهم نیست، مهم اینه که حقیقتو بدونین کی بوده. مهم نیست اینجا باشه یه جای دیگه، مهمی که ببین کی برنده میاد بیرون. آره من فکر کنم امروز سردرد بگیرم. بفرمایید. آره میفرمایم. بله بفرمایید. مینا. بله. یک زمانی بود که خیلی هم طولانی بود، یعنی این مدت خیلی طولانی شد، هنوزم همون جوراست، خیلی فرقی نکرده، متأ ظاهرش فقط یکم فرق کرده. خب من در اوج ثروت شهرت و تمول بودم. به این لحظه واسه ببینم، این قبل از ازدواج با من بوده یا بعد از ازدواج؟ قبل ازدواج. هیچ کدوم. صبر کنم و اینجا ببینم چه. تو وقتی اومدی خواستگاری گفتی من هیچی ندارم سر مهر من و این حرفا. میگم چه اتفاقی افتاد. الانم یه روسری میخوام، پول ندارم. حالا اونو میگم چی شد. بعد ایشون یه بغچه زیر بغل دنبال این بود که یه جوری بتونه از بغل من یه قرون خلاصه گیرش بیاد. از زندگی داشتیم. عاقلان دانند. خب البته در عقل و درایت من که شک نیست، ولی خب شیرپستمون تموم شد؟ مقدار کمی داریم، ولی خب بد نیست یه کامیون بخریم. یه مقدار این خانم آقای ارغوان میخواستن برای نمونه. بله بله متشکرم. بله چیکار کنم؟ خوبه باشه خداحافظ. بله آها برم باش خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید چی میخواین آقا؟ باز اومدی تو؟ این عمومه. بله من صد دفعه بهت گفتم این در رو از حالت لولا خارج کن که هر کسی نتونه همینجور سرشو بندازه بیاد تو. کو گوشش نوا؟ چیه باز؟ لالم هست. بله چی میخوای آقا جان؟ باشه باشه خداحافظ. 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 قیافه شو نگاه کن، این سوسماره. کفله. چیه؟ چای میخوای؟ چای چی میخوای؟ چای میخوای براتون بیارم؟ میگم بیارن. زبونم نداره. بیر برو بیرم. شور بیرم. شور بیرم. بله. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.
بله. فکر کردی اصلا هنوز معلومه که کی با کلاس کی نی از اون موقع مونده تو مون کلاس که حرفشو نزد. گوش کن مینا، گوش کن، همین آقایی که اینجا نشسته و ادعا میکنه یه روز ثروتمند بوده که نبوده، که تو خوابشم ندیده، میومد به سمت من، من اصلا نمیدیدمش. میدونی تنها موجودی که به چشم نمیدیدمش این بود، برای که عددی نبود، رقمی نبود، یادمه یه نون خوش دستش میگرفت همینجوری میپیچوندش رو دهنش، اینجاهاش همینجوری ترک میخورد از بدبختی و بلاکت، و من به خاطری که نبینم قیافش رو چندشم بشه پشتم میکردم بهش، همینجوری بی خودی پول میدادم بهش بی خودی که بتونه فقط زنده بمونه. همین ببین، گوش کن، اینجوری بود قضیه. پدر سوخته، تو این زغالخته میمونی، اینقدر مزخرف نگو، کاری که بهت گفتم باید انجام بدی، گوشی ها رو نگه دارید. بگید شما، بگید شما. ام محمود گوشی رو داشته باشین همتون. ام محمود چایتون رو میل کنید، سرد میشه. متشکرم، خواهش میکنم. شماها بگید حالا. عمو محمود اون کشتی رو که بهتون گفتم. عمو محمود بعدم هم داره سیم میکشه. چه شماها همه گوشی رو نگه دارید؟ کیه این؟ بعدم هم داره سیم میکشه. برادر زادمه معتاده. عمو بیرونش کنیم بابا. آقا پاشو برو. عمو محمود گوشی ها رو نگذارید زمین. پاشنم داره جلو. حالا شما هفت نفر حرف بزنید. جون مادرت چی؟ بچه ها تو دوست داری اما... به شما ربطی نداره این صدا چیه؟ محمود که ازدواج نکرده بچه داشته باشه. پاشو آقا برو بیرون. گوشی ها رو همه تون بذارید زمین. بعدم داره سیم میکشه. اما محمود جون مادرت نکن، خجالت دور به خجالت میکش. اما محمود بعدم داره سیم میکشه. اما یه ضربه از اینا بده. اما محمود از رو نمیرن که. بله واقعا همه طول عمرشون رو من سپورت کردم. چیکار کردی؟ من سپورت مالیشون کردم. یه دفعه دیگه هم سپورتمون کنم اون محمود. و دیگه نمیتونم، دیگه جونم به لبم رسیده. مادرت فقط یه دفعه. شجاعت کی داره از شجاعت حرف میزنه؟ این نگاه کن، این یه بار مینا نه. یه بار فوتبال بازی میکردیم، فوتبال شام آماده است، فوتبال بازی میکردیم، بعد این اومد منو نجات داد، خیلی جون خودش. گوش میدم، بگین تعریف کنین. گوش میدم، بله آقا، کجا تشریف میبرم؟ بله عرض کردم آقا، کجا تشریف میبرم؟ میرم خونه. میره خونه. بریز نکبت. بله بریز ببینم، شروع کن. چی بریزم؟ کاکوچو چی بریزم؟ پول مولاتا بیرس بینیم، به زود باش شما حتی نکن بارا بینیم بابا. آقا رو کجا بارا بینیم با؟ نرو بینیم با، به چخ بینیم با. جانم جان مهران فرهادی قیافه شو نگاه، لکنت گرفته آقای ارغبونم، این بالا بالا می بلکیم داشت. ارغبون چون خلیش آقا بریز گفتم خلیشو بینیم. من خرید کردم، من 450 بیشتر امرام نیبر بگی با جیبت خلیشم جا؟ نه همین چمی بود دیگه، یه خطمتا باید بیم. بله با سرد بارون داره بیم، سرد کدومه داره شبینه بارون آخ بارون نه زیاد برد بیزنیم. سرش بیا بیگم که اینا میزه یه تلا ملاست که تیفش برق میزنه. نه یادگاری بله یاد درشگه هم باشه. اخ بابا اخ بابا اخ نه فهمید چیه بابا. این ساعت سر عقد بابا. خیلی
میزنی؟ بده ساعت بینیم؟ همه شجاعت. آره. اسم من شجاعت هستن. 90 کیلو شجاعتی. پا چی؟ مگه یادت رفته؟ مگه یادت رفته؟ مینا نمیدونی. گوش کن تا برات بگم. ها؟ بله دارم گوش میدم. بفرمایی. بله. آقا کجا تشریف میبرن؟ به شما ارتباطی نداره. جیرا میگه شما ارتباطی نداره. آقایه این همون آقای هست ارغبون همین بالا مالای آلاسه پلاسین دیگه. مزاهم نشید. چی میگه آشمون؟ دست زن به من. هیچ کاری نمیتونید بکنید. کجا تشریف میاری؟ ها؟ کجا تشریف میاری؟ بچرخ این آقا چی کارت داره؟ شروع کنده این که یعنی بیریز. من به شما هیچی پول نمیدم بی سر و پاها. داشه اونا بیریز نکبر بیریز. گفتم که ارغبونم. مادر یا دستاشو نگه ده نزه موهاشو درست کنه. نگهشتم آقا بگی دست منو ول کنه. زیاد حرف میزنی گوده پر خود حرف میزنی کاکوچ. منو موهاش نگه خواهش میکنم. چرا حرف میزنه؟ آها بلش نکن بگی دست منو ول کنه. خواهش میکنم. التماس میکنم آقا دستم رو بیل کنه. حالا بلش کن. حالا و هم شد بری سالا چشم. 150 تومن. 150 کدومه؟ بگیری بریز دلاغم که داری. چشم بده بیا. اجازه بچه بده بیا. ساعت هم در بیا. ساعت بخشیدم. کاش که میدونستیم موهات هم بگیریم ازم. خیلی جالب میشد. آقاچ کمر مرز. اینم نگی میگن لالی. کلاه بردار. یعنی چی عمو؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه باید میدیدی روزی که این لیسانسش قلابی از آب در اومد. راست میگی؟ این اومد اصلا این کلامنگولی هستن سرفار تحصیل رو میذارن. اومدن تو صف اینه کشیدنش بیرون آبروی خانواده فرهادی رو برده. بعدا فهمیدیم لیسانسش قلابیه. چطوری؟ دیپلم هم نداشت. اومده بود سر چمدون من داشت دیپلم منو میدزدید. آره که بره ارائه بده. تو اصلا دیپلم داشتی که من بدزدم؟ آره و من تعرض میکنم خدمتتون. گوش کن چه اتفاقی افتاد. سپاسگزارم یکی از فارغ التحصیلان رشته دراماتیک هنر. خسته نباشید آقای فرهادی. ببخشید. خسته نباشید. موفق باشید اعطای جایزه رشته هنر و لیسانس آقای فرهادی. دست بزنید. دست نگه دارید استاد. دست نگه دارید. چرا؟ به این کلاه بردار لیسانس ندهید. چرا از دم؟ استاد این دیپلم مرا از توی کمدم دزدیده و شما متوجه نشدید. در این 4 سال لیسانس گرفته. الان با دیپلم من این لیسانس گرفته. من عمو محمودشم. دست نگه نه بابا نه بابا نه چی لیسانس. آقای فرهادی پسرم راست میگه. اون کلا رو بردار اصلا. باشه حالا. نه بعد من شرمندم
چرا این کارو کردی؟ پشیمون نیستی؟ من میدونم الان تو پشیمونی. خب مهم نیست، این تخم مرغو داشته باش، اینو که میبینی همیشه یاد من باش. بفرمو خودت برو بیرون. برو کلا رو بده من. برو. عجب حکایتی بود. میدونی موضوع چیه؟ ایشون تو جشن فارغ التحصیلی با چنان آبروریزی زدن انداختنش از صف بیرون، چون کلا برداری کرده بود. کلاه فارغ التحصیلی که دیگه رو مشتوب گشتم سرش. فکر کردی؟ بعد گفتم که من رفتم از استاد خواهش کردم، گفتم چی شده قربان، میشه توضیح بدی؟ تو خواهش کردی؟ آره. گفتش که ما بررسی کردیم دیدیم این تا دو ابتدایی بیشتر نخورده. عرض میکنم الان. خب تعریفشو بکن. صدات نیاد. سپاسگزارم اهدای جوائز و دکترای آقای محمود فرهادی عموی مهران. خسته نباشید، موفق باشید. ببخشید استاد، دست نگه دارین لطفا. چی شده باز؟ این دو مدارک تحصیلی قدیمشو شما دیدی؟ نه نه، قبلا مگه دکترا الان گرفته؟ دوم ابتدایی خونده بود، دومو گرفت، بعد مجبور شد ترک تحصیل کنه، دیگه رفت سر کار. کلاه رو بردار، کلاه بردار. بله. این از دوم ابتدایی به بعد اصلا نداره. نداره؟ نه. کلاه رو بردار، کلاه بردار. تو خجالت نکشیدی اینجا اومدی کلاه برداری کردی؟ ها؟ کلاه برداری کردی یا نکردی؟ زبون داشته باش. زبون نداری؟ کلاه رو بده من. کلاه رو بده من. دوم نداشتی چجوری اومدی؟ میدی از همین الان باز از کلاس دوم شروع میکنی بخوندن تا بیای بالا، بعد میای دانشگاه کنکور میدی. این دو تخم مرغ داشته باش، این دوتا داشته باش، یادگار از طرف من. هر موقعی دوتا دیدی یاد من باش. بفرمایید. برو بیرون کلاه بردار، برو بیرون. دکترا همینجا مفته. سخنرانی. خیلی متشکرم از مدعوین محترم که منت گذاشتن تشریف آوردن در این محل. من تقاضا میکنم از استاد ارجمند که سخنرانیشون رو شروع کنن. خواهش میکنم. ما در اینجا جمع شدیم که در خصوص چگونگی با هم صحبت کنیم. ذره‌ای از مولکول‌ها که در وادی‌های بزرگ عنفوان جوانی و رشته‌های ناگسستنی که در این خصوص پدید آمده است به رشته ادبیات بنگریم. اگر ما امروز نتوانیم تمام مفصل‌های یک معضل را به وجود بیاوریم، طبیعتاً شکل واقعی خودش را از دست خواهد داد. ذراتی که در هوا معلق است چگونه میتوان انسان به بشریت فکر کند؟ چگونه میتوان آنها را نادیده بیان پدلارد؟ دوستان، من تمام این علمم را که به من یک دائرة المعارف لقب دادن را مدیون استادم آقای ارغوان هست. حالا ببینید چگونه میتوان این معضل را نادیده گرفت. آقا الان نخود فرنگی گیر نمیاد، نمیاد. این تربچه‌های نقلی تماما گل گرفته است. این بابتش چیه؟ برای کیه؟ آقای ارغوان هستم. سخنرانی یادته؟ سخنرانی یادت نیست؟ چی؟ تو؟
تشکر میکنم از مدعوین محترم که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن تا به سخنرانی استاد ارجمند توجه کنم. خواهش میکنم. بعد سیاه‌چال‌های فضایی از زمانی که اینشتین در این رابطه حرف زد زهر مار و کسانی رو مسئولیت این رو داد که قضیه فرضیه دوقلوها رو بررسی بکنن، از همون زمان که ببینید فرضیه این هست، حالا البته همه استاد هستم میدونن، فرضیه این هست که یک برادر دوقلو یا یک جفت خواهر دوقلو وقتی که به فضا میرند و با سرعت نور حرکت میکنن، اینها برای اینکه بتونن وقتی که پایین میان در ارتباط با نوع کارشون چیز بکنن، یعنی مثلا یکیشون اگر چیز باشه، یکیشون اگر که در فضا بمانه و یکی دیگرشون در کره زمین بمانه چیز کنن خدمت شما که نه بخش چیز کنن عروسیه مگه، و یکشون در زمین مونه، اون که برمیگرده با سرعت نور حرکت کرده جوان مونه، مولکول‌ها جوان. قربون شما بزنید دست بزن. دروغ میگه بابا. تموم شد این افشاگری. بس دیگه. دیگه کافیست. به نفعت نیست آخه. هر چی میخوای فکر کنی دیگه حوصله ندارم. من فکر کنم دیگه بس راست میگه بابا جون، با یه آلبوم شروع شد. من معذرت خواهی میکنم. پاشو برو به کار زندگی دل. آخه حرف خودش خیر. کرسی بشو. با یه آلبوم شروع شد. اما با یک خبر بسیار مهم تمومش میکنم. چی؟ من و مهران هنگام تولد توی بیمارستان عوضمون کرد. مهران منم، این عمو محموده. تموم شد رفت. بابا دروغ میگه. چی من و مهران عوض شد؟ مدرک دارم. ایش برابر من سهنشه. مهران اوه جرت مزخرف داره. مهران دیگه اسناد موجوده. همون محمود تموم شده. چی بابا ببین همون محمود اسناد موجوده، حرفم نداره. این 70 سالش بود، من تازه به دنیا اومدم. چی مارو داشته بودا شکن بابا حرف میزنه. بفرمایید در خونتون رو باز کنید، در میزنم. مهران ببخشید. خواهش بکنم. مهرانه بیا امو محمود. بابا دروغ میگی. آخه تو عقلت کجا رفته؟ آخه مگه میشه من از قدیم گفته بودن یه بهرامی نباید با یه فرهادی ازدواج کنه. نمیدونم چرا دوچار این اشتباه شدم. یه نامه واسه عمو محموده، یه نامه واسه مهران فرهادی. مهران بابا نامه مال مهران فرهادیه. فیلم تازه کلا بردار بده مهران. عمو محمود نامش کنه. مهران بابا دروغ میگه. دیوانه ای تو. اگه باید داشته باشه اون مهرانه شروع کرده.
بدین وسیله اعلام می‌گردد مبلغ 62 میلیون تومان ارث پدری به آقای محمود فرهادی میرسه. تو بیمارستان یار اومد ما رو عوض کرد بابا. این راست میگی یه چی میدونه میگه. بدین وسیله. یا آره یار اومد مارکامونو عوض کرد. مینا مینا ارث 62 میلیون تومان ارثسته به عمو محمود که منم عمو محمود من باشم. من این مدت تو عمو محمود زندگی میکردم. اشکالی داره؟ زنگ بزن پدرتون بیاد اینجا. اشکالی نداره تو که من همین اینی که هست دیگه. حالا اسمش عمو محمود یا مرا فرقی میشه. 62 میلیون تومان پول مینا حالیت بشه. بدین وسیله به مهران فرهادی ابلاغ میگردد تا جهت پرداخت 6 میلیون تومان مالیات خود را به اداره مالیات محل خود معرفی کند. مهران جان یه لطفی بکن اینو سریعتر بپرداز چون ممکنه خونتون رو قطع کنن. مینا حله؟ بله. خب مهران جان چه خبر؟ خوش میگذر. ولش کن من عمرن مگه ما رو عوض نکردم؟ مزخرف پس بر چی میگفتی؟ مزخرف بر چی؟ با کلم سرم دماغه تا دست منو بکن. من دیوانه بیشتم دستمو کسی بگیره. تو از وقتی میشناسیم دیوانه هستی. دستمو بکن. ول نمیکنم. خواهش میکنم یک بار به این مهران یه چیزی بگو. فقط یک بار. آدم سر عموش داد نمیزنه. درست صحبت کن. من عموتم. ببین تو عمرن یک بار. فقط یک بار. شما مهرانی باشه یک بار دست بکن. نمایش رو دیدین، امیدوارم که خوب بوده باشه. تماس ها رو شروع کنین، راجع به موضوع کرکری همچنان با هم حرف بزنین. الو سلام. سلام علیکم. شبتون بخیر. شبتون بخیر. متشکرم. ما موضوع برنامه‌مون راجع به کری خوندنه. بله. یعنی چی؟ یعنی کرکری خوندن دیگه. کری خوندن یعنی کرکری خوندن؟ بله دیگه. کری خوندن کرکری برای چیزی کرکری میخوند. همون کرکری یعنی چی اصلا؟ در مورد موارد دستگی داره. خب هر کسی چیزی فکر کنه. بله. مثلا من در مورد قبول پختنم کرکری میخونم. برای کی؟ مثلا برای دوستم. خب. از من بهتره. بله. اون وقت دوستتون یا فامیلتون عصبانی میشن از کرکری خوندن شما؟ شما خودتون اگه براتون کرکری بخونن عصبانی میشین؟ نه. عکس العملتون چیه؟ آها یعنی همینجوری باش پیش میرین کری میخونین تا بالاخره یکی کم بیاره. بله. بله. در مورد بچه‌ها میگم مثلا تربیت بچه‌های من بهتره یا مهمونداری من بهتره. اصولا کری خوندن کار درستیه یا نه؟ نه کار درست نیست. بله خیلی ممنون که تماس گرفتیم. متشکرم. شبتون بخیر. الو سلام. شب بخیر. خسته نباشین. مرسی. موضوع برنامه ما کرکریه. یعنی چی؟ یعنی که میگم طرف کرکری میخونه یعنی که خیلی به خودش میگنه. بله. یعنی که میتونه زرد مرد به خود بالیدن یعنی کرکری. بله. شما اون وقت کرکری خوندین تا حالا؟ شاید یادم نیست. برای شما کرکری خوندن تا حالا؟ اونم میشه بله. خوندن؟ بله. شما عکس العملتون چی بوده؟ بله. بله. اصلا کلمه کرکری از کجا میاد؟ معنیش چیه؟ چرا میگن کرکری؟ بله خیلی ممنون که زنگ زدید. بله بپرسین. بله مادرم میگه مثلا از خوشحالی خیلی کرکری یعنی از خوشحالی کپ که کسی خروس بخونه. خیلی ممنون که زنگ زدید. متشکرم. بله از کجا؟ از بله خیلی ممنون که زنگ زدید. متشکرم. خداحافظ.
الو سلام، شبتون بخیر، متشکرم، خیلی ممنونم. ببخشین دیگه، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. موضوع امشب ما کرکریه. کرکری یعنی چی؟ خب شما کرکری میخونی؟ تا حالا نشده براتون کرکری خوندن؟ کیا؟ اطرافیان یعنی فامیل؟ بله. چی گفتن به شما؟ اون وقت شما موقعی که کرکری میخونن عصبانی میشین؟ عصبانی میشن، ولی سرمون رو همین، عکس العملتون چیه وقتی کرکری میخونن؟ ممکنه که عصبانی میشن، ولی سرمون تاکسیم رو بخونم نهیدم. بله. بسیار خوب، خیلی ممنون که زنگ زدید، متشکرم. الو سلام. الو سلام. شبتون بخیر. متشکرم، مرسی. ما موضوعمون راجع به کرکریه. یعنی چی؟ کرکری یعنی چی؟ کرکری خوندن؟ اگه اشتباه نکنم فکر کنم تهدید کردن. بله. لجبازی. بله. بله. شما خودتون کرکری میخونین برای کسی؟ نه. تا حالا نشده؟ نه. برای شما کرکری خوندن؟ نه، اونم پیش نیومد. پیش نیومد؟ نه. خیلی ممنون که تماس گرفت. متشکرم. میبخشید، میشه مامانم صحبت کنه؟ بله. خیلی ممنون. سلام خانم، شبتون بخیر، متشکرم. من از دختر خانومتون پرسیدم که کرکری یعنی چی؟ بله. گفتن که یعنی تهدید کردن یا لجبازی. بله. درست گفتن؟ بله. درست گفتن. شما کرکری هم براتون خوندن تا حالا تو فامیل؟ نه خیر، پیش نیومده. پیش نیومده. بله. از کجا تماس میگیری؟ ما از استان گلستان آزادشه. استان گلستان؟ بله. استان گلستان. بله. خیلی ممنون که تماس گرفت. متشکرم. خیلی ممنونم. شبتون بخیر. خداحافظ. خسته نباشین. ممنون که تا این لحظه برنامه ما رو دیدین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. موضوع کرکری دیشب و امشب پخش شد، تمام شد و به موضوعات دیگر خواهیم پرداخت در برنامه‌های بعد. خیلی ممنونم، شب بخیر و خداحافظ.